این بلوک ها رو، این یعنی تیکه های بلوک های بتونی رو نگاه کن، هر کدوم از اینا که یه حجم زیادی از این دیوار و سنگ و بتونه فرو ریخته رو سر مردم و آدما، و تو فکر کن این حجم از ویرانی یهو با همراه با اون انفجار اومده رو سر ده ها و صد ها آدم غیر نظامی بی خبر. کلن رفتن زیر خاکسته. شیشه خوردار مراقب باش. یه لحظه بزنم بپرسنم. سلام علیکم، صباح الخیر. عفوا انا صحافي ايراني، اذا ممكن فوتوا جوا، اذا ممكن فوتوا جوا سوا. محسن بیا، محسن منو ببین، محسن ببین، این یه خونه و زندگی و آشپزخونه است. ببین غذا توش بوده، یعنی داشته غذا میپخته. این روغنی که تو غذا پاشیده اینجا، خب یعنی اینو یه خانم خونه‌دار میفهمه، یه قشنگ درک میکنه که چه اتفاقی اینجا، یه آشپزخونه است که مشرف به محل انفجار بوده، این چه اتفاقی افتاده و این در یخچاله و این محتویات یخچاله، میوه روی میز بوده و تو یه لحظه برای اینکه اون کسی که توی اون اتاق فرمان توی مثلا تلاویف نشسته و داره دستور میده، اینکه فلانی اینجا ممکنه باشه بزن، حالا اینکه 200-300 نفر اینجا زندگی میکنن یا ممکنه شهید بشن و مریض بشن، سر سوزن یادش اهمیت نداره. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، قاب عکسه روی دیوار رو بیا اینجا رو ببین. زیر اون آواره، وقتی اون آواره میریزه و فرو میریزه دیگه این جزئیات دیده نمیشه، دیده نمیشه، ولی اونجا هم پر این جزئیات. آره، یعنی میخوام بگم دونه دونه اینا که من گفتم، حالا داریم خیلی تند از اینا میگذاریم، سالها زندگی، سالها محبت، عاطفه، روابط انسانی در لحظه ای در واقع میاد پایین. ولی خب تو فکر کن این مردم با این حال که این اتفاق وجود داره، کماکان پای این قصه بایستادن، چون میگه که اگر من کوچکترین ضعفی از خودم نشون بدم، طرف میاد جلوتر، میاد جلوتر. مثلا این تابلو نقاشی ببین، یا مثلا عکس هایی که روی مثلا این دیواره هست، این مثلا تیکه هایی از پازل های زندگیه که در طی سالها به مرور شکل گرفته، با عشق، با یک حسی، و دونه دونه اینا بهش فکر شده و اومده خورده روی این دیوار، این فضایی که طراحی شده. و عجیبه واقعا. صرف غذا هنوز روی میزه و کلی این خورشته، این برنجه،
به این به ظرف غذایی که کلی گرد و خاک این خاکستر انفجار پاشید این تو. بینی یه مفهومی هست به تو فضای نظام شیشه شیشه میگه که واژه انگلیسیش collateral damage میگه که تبعات جانبی جنگ. خب یعنی میگن که آقا مثلا تبعات جانبی مثلا این حمله یا این عملیه چقدر میارزه نمیارزه، یعنی اسرائیل حتی اونم مراعات نمیکنه و طبعا خب کسی که آمریکا داره تشویق میکنه راست تجربه زیادی از این داستان ها داره در نقاط مختلف جهان، برایش تبعات جانبی مهم نیست. اینکه حالا مثلا اینجا رو میزنه به هوای مثلا دو سه نفر صد نفر ممکنه شهید بشن یا مجروح بشن اهمیتی نداره، میگه من میخوام بزنم و ما مقابل همچین آدم هایی قرار گرفتیم. فکر میکنم این پنجره ها که شکسته و شیشه ها پرت شده ممکن مثلا یه نفر زخمی شده و خونش باشه در بچه. شما فکر کنم مثلا تو یک ماه گذشته این ملت و این مردم چقدر آسیب دیدن. تو پیجر صدها نفر مجروح شدن، تعدادی شهید شدن، بعدش سید رو از دست دادن، فرماندهانشون رو از دست دادن. هر جای دیگه ای بود، هر فضای دیگری بود غیر از این فرهنگ و این روح و این جانی که در اینها دمیده شده واقعا از هم فرو میپاشید. اما میبینیم کماکان بچه ها، یعنی خیلی از بچه هایی که خونه شون اینجوری داره آسیب میبینه و زن و بچه شون الان توی نقاط مختلف هستن و حالا به یه نوعی مهاجر هستن، همسرانشون، پسرانشون، برادراشون توی خط الان دارن می جنگن و اتفاقا خبرم ندارن اینجا چه خبره. یعنی این از یعنی خانواده از رزمندش خبر نداره، رزمنده از خانواده خبر نداره، ولی میگه آقا سپردم به خدا بریم جلو. دارم دیروز خاک برداری کردن. اینجا دارن گود برداری میکنن. این آوا رو برمی‌دارن که ببینن اگه کسی افتاده باشه یا مثلا طبعا شهدا و مجروح هنوز هست. الان مردم ببین من نگاه مردم دارن دو دنبال وسایلشون رو دارن پیدا میکنن. این بچه زیر پاتون رو بذاره مراقب باشه. مثلا پری روز این شکلی نبود، یعنی کلی جابجا کردن این آوار رو. یه کمی هم مراقب باشید بچه بالا. اینجا میبینید دیگه یه ذره واقعا میان و مثل یه زلزله و اتفاقی که حالا تجربه شو داریم میان و سعی میکنن باز وسایلی که ازشون باقی مونده رو پیدا بکنن بیارن بیرون. حتی من الان خیلی دارم سعی میکنم مواظب باشم که پا روی لباساشون نذارم، یعنی با اینکه اینجوری شده ولی از یه زندگیشون بعضی وقتا همین چیزایی که دیگه پیدا میشه باقی میمونه دیگه. یه ذره یا حسین، یکی از چیزهایی که من میگم جزئیات جنگ اینه. ببین علی، آخ
آخ آخ آخ این جزئیات جنگه. دیدم یکی نوشته بود که تو این یک سال تو غزه اگه حتی انسان رو مبنا قرار نمی چقدر حیوان از بین رفت، اگه طرفدار حقوق حیواناتی صدا در بیاد، چقدر محیط زیست، چقدر آثار طبیعی، طرفدار محیط زیستی، طرفدار میراث فرهنگی، طرفدار حقوق بچه هایی، طرفدار حقوق زنایی، بچه عجیب که خیلی حرف نمیزنه. این چیزهایی که اگه توجه بکنی همین این تصویری از کلیت این جنگه. یا مثلا یه چیز دیگه بخوام بهتون نشون بدم، یه بچه‌ای که با این بزرگ شده، روزها و ساعتها و شبها با این خوابیده، یه اسمی داشته، یه هویتی داشته و الان معلوم نیست کجاست و این توی این آوار گم میشه و اینها نسبت جزئیات اون چیزیست که ما در این آوارها میبینیم و در نسبت با انسانه. یا مثلا این ببین، این بالا سر یه گهواره‌ای بوده. آره اینها نسبت اون چیزی که شاید جنگ رو و خشونتش رو مستقیم خیلی جاها نشه نشون داد، ولی با این میشه فهمید. این بالا سر یه بچه‌ای بوده که باش خوابیده، بیدار شده، خندیده و این به کرات این یک سال اتفاق افتاده و این تصویر به نظرم شاید خشونت جنگ رو این شکلی شاید راحت تر بشه نشون داد. تو الان احتمالا توی تهران بخوای مستند یا برنامه بسازی، کلی با توجه به سابقه‌ای که داری کلی شانس داری. چی تو رو میکشونتت میای اینجا الان؟ وقتی فکر میکنم بچه‌ها، این هم بچه‌ها، بچه‌هایی که اصلا مثلا عکساشون نگاه میکنی اصلا صورتشون قرص ماهه، یعنی این بچه‌ها بچه ها شهید میشن، خیلی دیگه جون من اهمیت نداره و وقتی سید اصلا شهید میشه جون من چه اهمیت داره. من میشه خودم میگم که خب وقتی این همه بچه هایی که واقعا صورتشون مثل قرص ماهه، بچه دارن، زن دارن، زندگی دارن، بی محابا میان مثلا توی نبرد شهید میشن، خب من هم یکی از اینا، من غزه نمیتونم برم کاری بکنم، اینجا که میتونم بیام حداقل تصویر کنم. یعنی حتی به این فکر میکنم که شاید مثلا مستقلن مستندی شاید بشه شاید نشه، نمیدونم، ولی ثبت این لحظه ها، ثبت این چیزا سعی میکنم دریغ نکنم. مثلا اگه یه فیلمی ساخته شده این یکی دو روز مال 16 سال بعد، مثلا سال 2040 که سالگرد جنگه، سالگرد جنگ اکتبره و بچه‌ها از پدر مادرشون یا پدر بزرگاشون می‌پرسن که اون زمانی که داشت این قتل عام اتفاق می‌افتاد شما چی کار می‌کردی، کجا بودی؟ وای عمرت تناشستو. Was hast du während des Völkermords gemacht, Großvater? Mais tout était devant vos yeux. Did you just watch it? فاس ماما بینما یکتون اطفال بیفرینم من پیش خودم و وجدان خودم و آینده و بچه های خودم حداقل این رو داشته باشم که اگر من ادعایی نسبت به این خط و این محور دارم، حداقل اومدم حضور پیدا کردم، خاک خورده باشم حداقل. و وقتی این شرایط هست بخشی از اینو برای آینده ثبت کنم، همینجور که مثلا تو جنگ 33 ثبت کردم و تجربهش باقی موند و منتقل شد به بچه های دیگه. و من فکر میکنم که این به قول همین دوستمون که اون بالکن صحبت کردیم، زیر این پرچم یا حسین انشالله که پیروزی با این بچه های محوره و همونطور که سیدم خودش دیگه چی میگن سالار همه حسینی‌ها بود،
به این مردم یاد داده که حسینی زندگی کردن چجوریه. ما مثلا این گوشه کنارا یه بارقه ای از این نوره یه کمی هم به ما بخوره برامون به نظرم خوبه، و انشالله که یعنی خدا رو شکر میکنم که توی این مسیر هستیم و انشالله که باشیم.